هفته به هفته که گذرد بر تعداد نیروهای ناتو که بعد از دو دهه اشغالگری از افغانستان خارج می شوند افزوده می شود و تا کمتر از دو سال دیگر این کشور خالی از نیروهای ناتو خواهد شد به خوشحالی بیشتر شهروندان افغانستان از استقلال کامل کشورشان و خالی شدن خاکشان از نیروهای خارجی اما خطر بازگشت و قدرت گرفتن مجدد سنی های تون رو نیز وجود دارد همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد دبیر کل ناتو بار دیگر به ادامه کمک های مالی و آموزشی به نیروهای افغانستان تاکید کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در گفتگو با کای کالاس نخست وزیر استونی اظهار داشت که خروج منظم و هماهنگ نیروهای ناتو از افغانستان ادامه دارد اما همچنان این سازمان به کمک ها و همکاری هایش با این کشور ادامه خواهد داد وی همچنین گفت که سازمان ناتو به مردم افغانستان و تأمین صلح در این کشور کمک خواهد کرد. دبیر کل ناتو حدود دو هفته پیش نیز گفته بود که هرچند مأموریت آموزشی ما در افغانستان رو به پایان است اما از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی میکنیم. وی تاکید کرده بود که پایان مأموریت حمایت قاطع به معنای پایان مشارکت با افغانستان نیست و فصل جدیدی از همکاری ها آغاز خواهد شد. استلتنبرگ اظهار داشت راههایی را برای فراهمسازی پشتیبانی مالی آموزشی و پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان در نظر داریم و اجرایی خواهیم کرد دبیر کل ناتو پیش از این نیز گفته بود که ما همراه با آمریکا وارد افغانستان شدیم و اکنون نیز در کنار یکدیگر از آنجا خارج میشویم و این یک تصمیم سخت بود متاسفانه هر بار که موضوع خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بیشتر می شود طالبان با انجام چند عملیات تروریستی علیه شهروندان بیگنا و غیر نظامی و به خصوص شیعیان افغانستان فضا را به هم می ریزد و نشان میدهند که همچنان در صحنه حضور دارند.